بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. چطورین؟ امروز میخوام یک ریمل جدید رو امتحان کنم و به شما نشون بدم. این ریمل رم بیوتی رو میخوام امتحان کنم. این ریمل روی خودش نوشته ریمل بلند کننده است، در نتیجه خیلی نمیتونم ازش انتظار داشته باشم که مثلا خیلی حجم بده و اینا. با اینکه به عنوان مثلا حالا سلیقه شخصی من ریملای رو دوست دارم که خیلی حجم میدن و خیلی مشکیان و اینا، ولی حالا به هر حال اینو امتحان میکنم. شاید اگه خواستم موج مصنوعی بذارم، حالا فکر نکنم هم احتیاجی بشه اینو بزنم. الان اصلا موجهای من مشخص نیست، ولی مثلا توی ویدیو چند تا ویدیو قبل تر که هنوز سایه نزده بودم و اینو نگاه کنین میتونین ببینین که چقدر موجهای من هم بلندتر شده، هم پرتر شده، هم قشنگ مثلا حجیمتر شده، و اون به خاطر این سرم اوباجیه که لینکش حالا براتون توی استوری میذارم. اسمش هست آیلش انهانسینگ سرم، که مثل خط چشم میمونه، شب به شب وقتی صورتتون رو شستین اینو میزنین روی بیس موژه هاتون، که مال ابرو هم داره که اینو من به ابرو هم میزنم. این خب موژه هامو از این رو به اون رو کرده، مال موژش. مال ابروش احساس میکنم که مثلا اونجاهایی که ابرو هم دیگه در نمیومد و خیلی کاری نکرده که دوباره اونا در بیاد، ولی همون موهایی که هست هم خیلی زودتر داره بلند میشه، هم خیلی انگار که مثلا جون گرفته یه جورایی. ولی به هر حال بریم سر ریمل و ببینیم این ریمل رم بیوتی چجوریه. این اپلیکیتورشه که همجوری که میبینید یه چیز تیپیکاله برای ریملایی که حجم میدن، خیلی مثلا توپولو اینا نیست. و بزنیم ببینیم چیه. ببین این ریمله از اون ریملاییه که یه خود خیسه. سلیقه همه نیست، ولی میدونم که بعضیا دوست دارن. ببین الان میتونین دوتا چشمم با هم مقایسه کنین، اینی که ریمل زدم و با این که ریمل نزدم، و همجوری که فکر کنم مشخصه خیلی حجم نداده، بیشتر مثلا موجه ها رو دونه دونه سیاه کرده، مرتب کنار همه. با اینکه ریمل خیسی بود ولی به هم نچسبونده خیلی، مثلا میتونم بگم هر دو سه تا دونه رو به هم چسبونده، نه اینکه همه رو، که اونم اتفاق کاملا عادیه با ریمل. اونجوری که مثلا بگم وای مثلا 10 برابر موجهام بلند شده نشده، ولی یه ریمل استاندارد مرتب خوبه، یعنی اینجوری نیست که مثلا خیلی یهو اون نتیجه واو رو بده، واو نتیجه واو رو بده، ولی ریمل خوبیه. حالا یه چند ساعت بگذره من ببینم که آیا میریزه مثلا. البته کلا من خیلی با ریملای مشکلو ندارم که بماله مثلا را بیفته و اینا، ولی به هر حال ریملی که بخواد بریزه مثلا تیکه تیکه بریزه میریزه، اون دیگه به پوست آدم مربوط نیست. اینو ببینم چیکار میکنه، چند ساعت دیگه برمیگردم نتیجه نهایی رو به شما اعلام میکنم. خب سلامی دوباره، من برگشتم. الان اینجا ساعت 12:28 شبه. همینجوری که میبینید موجه های من به قوت خودشون باقیه. الکی آقا این ریمل خب یه ریمل خوبی بود، همینجوری گفتم یه ریمل استاندارده، زیر چشم من نریخته، کار عجیب غریبی نکرده، خودش مثلا نمیتونم ایرادی هم بگیرم ازش، خودش هم کلیم نمیکنه که خیلی حجم دهنده است و مثلا شغل قمر میکنه و اینا. برای همین من اینو به عنوان یه ریمل روزانه، یه وقتی که میخوام آرایشم سبکتر باشه یا مثلا شاید بخوام موج مصنوعی بذارم، اگه تولدم بخوام موج مصنوعی بذارم، این میتونه یه آپشنی باشه که ازش استفاده کنم. اگر نه بخوام فقط یه ریمل بزنم که مثلا موجام حسابی خودشون حجم بگیره و اینا، اینو نمیزنم. ولی در کل به عنوان یه ریمل سبک روزانه این شست منو با افتخار دریافت میکنه خانم آریانا گرانده. امیدوارم راضی باشه از خدمات ما و شما هم همینطور. من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. اگر دوست دارین چیزی رو امتحان کنم توی این وقتی که داریم تا تولد به هم بگین. اگر فکر میکنین مثلا چیزی هست که شما دوست دارین ریویوشو ببینین یا فکر میکنین من شاید خوشم بیاد، لطفا توی کامنت ها بنویسین. من رفتم، بوس به گلتون، فعلا خدافظ. شست دیدنی بود. چرا؟ با ریمل.